این نمایشگاه با عنوان بررسی پروسه طراحی تایپ فیس ها یا حروف چاپی روزنامه های ایران در قرن بیستم برای اولین بار تلاش میکنه که مجموعه نسبتاً کاملی از نسخه اصلی طراحی های حروف و اسناد و نامنگاری های مرتبط با اونها رو به نمایش بذاره. خط کلن در کشورهای اسلامی جایگاه خیلی خاصی داره از مجموعه مهمترین هنرهای تصویری و بصری. منتها با ورود چاپ به کشورهایی مثل ایران بسیاری از ویژگی های خط ما از بین میره، به خاطر اینکه تکنولوژی باید وارد میشده، حروف طراحی شده برای چاپ خیلی وقتا خارج از ایران طراحی میشدن و توسط در بهترین حالت یک طراح عرب اگه یک طراح اروپایی نبوده. در اوایل قرن بیستم برای اینکه روزنامه‌های زیادی در ایران به وجود میان و نیاز به حروف جدید و استفاده از ماشین‌آلات جدیدی که در اروپا طراحی شده بودن، نیاز به این به وجود میاد که حروف جدیدی طراحی بشه. روزنامه‌های ایران مثل خیلی از روزنامه‌های مختلف کشورهای دیگه خیلی تلاش داشتن برای اینکه هویت بصری خاص خودشونو بسازن و متمایز باشه این هویت بصری از جاهای دیگه که از خط عربی استفاده میکنن. واقعیتش اینه که کشورهای اروپایی روزنامه‌هایی که در اروپا هستن از خیلی پیشتر این براشون کاملا جا افتاده بوده که حروفی داشته باشن که حروف فقط مختص اون روزنامه باشه و همه جا به اون شکل شناخته بشه. مثلا حروف لاتین معروف تایمز نیو رومن برای روزنامه تایمزه که ما در جاهای مختلف استفاده میکنیم. در ایران هم دوست داشتن که این کار رو انجام بدن، ولی کمپانیای غربی به نظرشون این درخواست خیلی مشروعی نبوده از جانب روزنامه های ایران. از 30,000 صفحه روزنامه های ایران رو ما بررسی کردیم که بتونیم توش ببینیم اصلا اسنادی هست این روزنامه ها در مورد این حروف چیزی نوشتن یا در مورد طراح حروف. خب یه اسناد جالبی هم پیدا کردیم، از جملهش این بودش که یک در واقع مقاله‌ای در کیهان در سال 1340 چاپ میشه در بهمن ماه فکر میکنم که حروف جدید کیهان رو که حروف 84 کیهان هست و توسط آقای حقیقی طراحی شده رو معرفی میکنه. اولین باری که این حروف در روزنامه کیهان و اطلاعات استفاده شدن برای اینکه تیتر اصلیشون چیده بشه رو ما توی این نمایشگاه در واقع چاپ کردیم و گذاشتیم و شما میتونیم ببینید. تمرکز این نمایشگاه بیشتر آثاری که ما اینجا میبینیم کارهای حسین عبدالله زاده حقیقیه. واقعا اکثر کارها رو ایشون به تنهایی انجام دادن و هنوزم که هنوزه حروفی که ایشون طراحی کردن پرطرفدارترین حروف هستش. ویژگی‌های مهم کارش در واقع این بوده که تونسته خیلی از محدودیت‌ها و خیلی از ویژگی‌هایی که حروف چاپی باید می‌داشتن خوب بفهمه و می‌تونه یک حروفی طراحی بکنه که میگم هنوزم واقعا مهمترین عوامل در هویت بصری نه تنها روزنامه های ما بلکه تایپوگرافی فارسی به صورت کلی هستند. از طراحی های پرطرفدار آقای حقیقی که هنوز هم خیلی زیاد استفاده میشه طراحی تایپ فیس یا قلمی هست به نام نازنین که باز برای لاینوتایپ طراحی کردن. آگاهی از این که چیزی که ما الان ازش استفاده میکنیم از کجا اومده و چطور به این شکلی که الان ما ازشون استفاده میکنیم در اومده در واقع به ما کمک میکنه که قدمهای بعدی رو با یک پایه محکمتری بذاریم. شما نمیتونین با بیتوجهی به عادتهای خواندن هر جامعه زبانی در واقع حروفی رو طراحی کنین که ممکنه برای اینها بیگانه باشه. برای همین دونستن گذشته و اینکه این در واقع پروسه و این روند از کجا شروع شده و به چه شکلی در واقع تکامل پیدا کرده و به شکل امروزیش رسیده باعث میشه که طراحایی که در آینده میخوان کار کنن، کسانی که در آینده میخوان تصمیم بگیرن، بتونن تصمیمهاشون رو خیلی درست‌تر و با پایه درست‌تری بگیرن.